من خودم به عنوان دانش آموز رشته ریاضی موقع انتخاب رشتم با وجود اینکه دفترچه رو تا حدی خونده بودم و این داستان ها ولی نمیدونستم همچین رشته وجود داره و اصلا همچین دانشگاهی هست مهمون امروزمون از رشته یه لحظه رشته چی بود؟ مهندسی اویونیک مهندسی اویونیک هستن که حالا میریم ببینیم که اصلا راجب چیه دقیقا تو این رشته چه خبره سلام من مهرزاد نادی دانشجوی رشته مهندسی اویونیک دانشگاه صنعت هوانوردی یا صنعت هواپیمایی چیزای زیادی میگم حالا هر کدوم که شما دوست دارین تصورت قبل و بعد انتخاب این رشته چطوری بوده یعنی اینکه میدونی مثلا من خودم شاید موقع انتخاب رشته از عمران یه تصوری داشتم مثلا فکر میگم خونه سازی و اینا ولی وقتی خودم رفتم واردش شدم این تغییر کرده چون لمسش کردم و با حالا با واقعیتش آشنا شدم برای تو این چه بوده خب راستش من اصلا قبل از اینکه بخوام انتخاب رشته کنم این رشته رو نمیشناختم رفتیم یه مشاوری این رشته ما معرفی کرد من تحقیق کردم در بارش نه چه رشته خفن یه چه رشته حالا به جیگاش کنم میگیم بعدا خیلی خوب خیلی سطح بالا حالا قبل از اینکه برم دانشگاه فکر میکردم که از همه اول ما میریم سر هواپیما و شروع میکنیم آچار ببندیم سر هواپیما و اینا پیچ و آچار دست بگیریم و خب نبود اینجوری نبود فعلا تا چیزی که هست هی مسائل تئوریه حتی اون دوریه که بعدا ما باید عملی کار کنیم هم الان تئوری دارم بهمون درس میدن و خب تا جلو بریم ببینیم چه جوریه قبلش یه نکته جذاب که راجع به این رشته و دانشگاه هست رتبه های پذیرششه چه میشه در مورد این قبلش صحبت بکنیم؟ چون ما یکم ناشناخته ایم و خب اکثرا اونایی که میان تو دانشگاه ما کسی اولویت یکش نیست حتی من دیدم بچه اولویت 26 بوده 27 بوده حتی بگید 80 من دیدم ما از دو رقمی سه رقمی رتبه 111 ما همی امسال داریم توی دانشگاه داریم تا 8000 9000 هم تو بعضی از داریم یعنی این همه سطح پذیرش بالاست با اینکه سطح دانشگاه خیلی بالاست و سطح درسی در حد دانشگاه تهرانه رو با دانشگاه تهران قیاس میکنن برای سطح درس دادنشون بعد حالا صحبت دانشگاه شد میخوای یه ذره راجع به خود دانشگاه و رشتهایی که توش هستن صحبت کنی خب ما توی دانشگاه 5 تا رشته داریم از مهندسی مراقبت پرواز شروع میکنیم که خب افرادی هن که تو برج مراقبت کنترل میکنن هواپیما رو مهندسی مخابرات داریم مهندسی مخابرات مربوط به دستگاه های تو فرودگاه ها و همین دستگاه هوانوردیه که داخل فرودگاه تعبیه شده مهندسی الکترونیک داریم مهندسی الکترونیک مربوط به قطعاتی که زیر زمین برای فرستادن پیام و چی بهش میگن سیگنال. سیگنال ها درسته سیگنال ها به هواپیما به خاطر این نصب میشه زیر زمین و خب مهندسای الکترونیک با اون کار دارن این سه تا رشته چیه این دانشگاه با خود هواپیمایش کاری ندارن حالا ما دو تا رشته داریم که با خود هواپیما سر دارن مهندسی تعمیر و نگهداری مربوط میشه به موتور هواپیما و جور مکانیک رشته خیلی خیلی سختیه سخت ترین رشته دانشگاه ماست و خب خیلی هم پردرآمد آینده شغلیش خیلی پردرآمد برای رشته خودمون مهندسی اویونیک که ما کار داریم به هرچ که تو کاکپیت و یا کابین خلبانه گیرنده ها فرستنده ها سیستم اتوپایلوت همه چی هر چیز برقی که داخل کابین خلبانه بچه ها دریا که میتونه یه انتخاب جالب براتون باشه الان نمیگم برین رشته رو بزنین برین تحقیق کنین دبلش الان سوالی که داریم اینه که حالا با توجه به رشته بیشتر با چه واحدای درسی درگیرین یعنی کلا بیشتر از چی تشکیل شده ریاضی مهندسی حالا رشته خودم با مثلا رشته مرغوبت پرواز فرق داره یه سری فرق داره ولی خب چیزی که پایه هست دروس پایه ریاضی یک و دو فیزیک یک و دو اینا هست که همه جا هست دیفرانسیل مثلا ریاضی مهندسی بعد اینا اینا رو که بذاریم کنار ما یه سری ماژول داریم این تماما انگلیسیه حتی آزمونش هم انگلیسیه یعنی تو امتحانی که میدی برای استخدام هم انگلیسیه نیاز داره کسی که میخواد به این دانشگاه بیاد یا انگلیسیش خوب باشه یا تسلیم داشته باشه یا انگلیسی خوب بسازه یعنی این نیست که حتما قبل اینکه بیاد باید انگلیسیش قوی قوی باشه دروس ما فعلا تشکیل میشه حالا تو الان که هستیم توی پایه تشکیل میشه از دروس تئوری یعنی توضیح میدن قوانین هوانوردی و قوانین عوامل انسانیو. مثلا موادی که هواپیما تشکیل میدن جلوتر که بریم میرسیم به خود دستگاهو. دستگاه و دستگاه ماکروی ما داریم دستگاه فرستنده گیرنده داریم و اینا رو میرسیم یعنی از ترم چهار به بعد ما میرسیم خود سر هواپیما اکثرا یه با مدار و الکترومغناطیس و گیرنده و اینا همه شروع میشه از ترم چهار خیلی لذت بخشه برای کسی که علاقه داشته باشه به این درس رو بچه ها فکرم چهار تا درسی میتونن چک کن بله بله بین این درس خودت بیشتر با کدوم حال می‌کنی. خب من که به دروس پایه علاقه ای ندارم و فقط میخوام با ده پاس چه بره چون واقعا سختم میگیرم به ما اما خب مثلا یه درسی ما داشتیم مثل مقررات هواپیمایی خیلی رشته جالبی خیلی رشت. خیلی درس جالبی بود خیلی هیجان انگیز بود اصلا چیزایی که تو همیشه میدیدی ولی هیچ دقتی بهش نمیکردی الان داری میخونی و خیلی این چیز باحالی بود برام و حالا در ادامه سیستمایی که سیستمای فرستنده گیرنده که داریم و غیر یه درسی داشتیم به اسم عوامل انسانی یعنی عوامل انسانی در صنعت هواپیمایی چیزیه که تو توی زندگی روزمره خیلی می‌بینی ولی هیچ توجهی بهش نمی‌کنی و خب اینو تو صنعت هواپیمایی خیلی مهمه و این درس عوامل انسانی هواپیمایی به عملکرد انسان توی صنعت هواپیمایی مربوطه یعنی همه کاری میکنه تا توی عملکرد بهتری داشته باشی چه صنعت سلامت جسمه چه روحه چه سلامت محیط چون خیلی مهمه محیط توی صنعت هواپیمایی و خب همین من این دو رو تا الان خیلی بیشتر از همه دوست داشتم چون تئوری هم بوده حالا بین این رشته ها مثلا خیلی از بچه‌ها دنبال خلبانی ان خلبانی داستانش مثلا داخل دانشگاه شما نیستش خب ما صرفا رشته خلبانی به صورت رشته تخصصی دانشگاه نداریم اونایی که دوست داشته باشن خلبان بشن میتونن به صورت آزاد برن توی ایران ثبت نام کنن مثلا مثل ماهان مثل کیش ایر همه اینا دارن برگزار میکنن ولی ما افرادی هم داریم که به خاطر که حتما یه مدرک لیسانس داشته باشن میان داخل دانشگاه ما رشته مراقبت میرن رشته مخابرات میرن که آسان تره یه یه سطح آسان داره و همراه با اون از سرم سه سر، از سرم چار خلبانی هم پی میگیرن چون خلبانی دوره تقریبا دو ساله است خب هزینه شم یکم بالاست چون یه بنیه قوی مالی هم میخواد بعد خب اونی که علاقه داشته باشه دیگه خیلی براش کار آمده. و همراه با اون این خلبانی هم پیش میبرن و لیسانس خودشونو که دارن شغل اصلیشون میره سمت خلبانی و دیگه به رشته خودشون کاری نداره دانشگاه چقدر ازت خصوصا وقت میگیره ترم یک و دو که اکثرا دروس پایه است دو جلسه در هفته است بعضا سه جلسه در هفته است خب زیاد وقت نمیکنی منم هم همینجوری بودم ولی از ترم سه به بعد تو یکم آزادی یه تایمی داری چون اکثرا دروس مثلا سه واحدی در حد یه جلسه در هفته و تایمت آزاده و همین باعث میشه که بتونی در کنارش کار کلاسی هم اگه بخوای انجام بدی اما کسی که نمره خیلی خوب میخواد کسی که حتما میخواد بهترین نمره رو بگیره برای اپلای کردن نیاز داره که وقت بیشتری خیلی بیشتر بذاره چون گفتم دروس ما انگلیسیه و مثلا درس مقرراتی که ما داشتیم یه پی دی اف تقریبا 300 صفحه ای انگلیسی بود که امتحانش حالا بعدن که دربارش صحبت میکنیم میگم اینم تماما چند تا تست انگلیسی بود امتحانی که از ما داشتن گرفتن وقت میخواد برای کسی که نیاز به اپلای کردن داره بعد نمره خیلی بالا میخواد بعد ما یه سوال داریم که دانشگاه چقدر توی این رشته مهمه علی نمیدونم برای این رشته چقدر سال درستی بشه چون دانشگاه دیگه هستش که این رشته رو ارائه بده دانشگاه صنعت هواپیمایی تنها دانشگاهی که تخصصی رشته های هواپیمایی داره ولی خب رشته خود مهندسی اویونی که من رو همین دانشگاه اصفهان هم داره ولی غیر اون دیگه هیچ دانشگاهی تو ایران نیست که این رشته رو داشته باشه دانشگاه صنعت هواپیمایی نسبت به دانشگاه اصفهان اوکیه اونم سطح دانشگاه اصفهان هم خوبه ولی دانشگاه تهران هم امتیاز خیلی بهتری داره همین که دانشکده صنعت هواپیمایی استاد از خود صنعت میان ما استادی داریم که الان توی شرکت ماهانی رده خیلی بالایی داره و این خیلی تاثیر داره تجربی که در اختیارت قرار میدن امکانات که توی دانشگاه ما هست مثل سیستم های رادیویی و مثل کارگاه هایی که داریم که برای مخصوص هواپیمایی تو دانشگاه دیگه نیست و ترجیح اینه که هر کی دوست داره این رشته رو بیاد خود دانشگاه هواپیمایی چقدر یه چیزو اشتباه نکن دانشگاه تهران نه دانشگاه تهران بعد حالا دوباره بحث دانشگاه شد من سال خودم اینجا برام پیش آمد. بحث خوابگاه ها اینا چطوریه؟ عرضم به حضورتون که اول توی اون فایل دفتر چند خواب رشته نوشتن که تعهد در خوابگاه ندارن در ارائه خوابگاه تعهدی ندارن ولی خب خوابگاه میدن به ورودی های 403 هم خوابگاه میدن بین 6 نفر تا 7 نفر توی اتاق تقریبا 23 متریه حالا یکم کمتر یکم بیشتر جای خوبی هم هست یعنی محیط یکم دوستان است محیط خیلی خوبیه با تمام امکانات بچه‌ها ولی نمیتونن 100 درصد حساب کنن رو خوابگاه خب نه ببین ما حساب نمی‌کردیم گفتیم میریم یا میشه یا نه مجبوریم یه خونه بگیریم تهران دیگه ولی میدن خب گروه اینترم قطعی میده بعد مطالبی که توی دانشگاه میخونی چقدر نزدیک به محیط کار و کار آمده تمام چیزی که وقتی صد کار میری نیاز داری بهش توی این دانشگاه گفته میشه حالا با یه چند واحد کار هم که داره و تو خودت میری صد کار من ببینی تمام اون چیزی که نیاز داری کامل نیازت برطرف میشه فقط یه تلاش خوب میخواد یه پشتکار قوی میخواد چون سخته درس های هوانوردی چون همش انگلیسیه و اینو چند بار دارم میگم خیلی سخته و باید تلاش کنید دیگه اینجور نیست که مثلا میگی خب من شل میگیرم خوشگذره نمی کنم آخر آیتم شروع میکنم بخونم نه نمیشه مثلا ما یه درس کنترل خطی داریم این درس رو بچه ها از اول ترم تا آخر ترم هم بخونن نمره بالای 13 14 نمیارن توی دانشگاه ما اینجوری نیست که هر درس تو چند تا انتخاب داشته باشی براشون برای انتخاب استاد هر درس فقط در اختیار یه استاد نهایتا دو تا استاده چون کل جمعیت دانشگاه ما 520 نفر تقریبا و همین پنج تا رشته طبیعتا تو برای انتخاب واحد یکم توی معذوریتی که چه زمان بندی کنی ولی چی خب چینش بایدی که خود مسئولین انجام میدن طوریه که تو بتونی درست این کار رو انجام بدی من یه سال خیلی کوتاه فقط پسران اونجا هستن خب رسیدیم به مهمترین موزل این دانشکده اینجا دبیرستان دوره سومه و خب تماما بچه ها پسرن مگر اینکه یعنی دانشجوی دوره های آزاد باشن که بدون کنکور میان دانشگاه که خب درباره اونم صحبت میکنیم اونا تک تک توشون دانشجو دخترم هست در مورد رشته شما دوره یا چیزی هستش که بچه ها بدون همین کنکور دانشگاه بیان خب ببین رشته مهندسی اویونیک و رشته مهندسی تعمیر و نگهداری این دو تا رشته دوره های آزاد هم باز تو خود ایرلاین برگزار میشه و خود حتی دانشکده دو دوره های داخل دانشکده است و خب یه سری دوره هم خود ایرلاین برگزار میکنن با یه مبلغ حدودا 60 میلیون 70 میلیون تومان تو توی دو سال فقط درس تخصصی رو میخونی و خب زود تمام میکنی و نیاز به یک کارت پایان خدمت داره که تو بری سر کار یا کارت معافیت بچه های معاف باشن یه راست برن همون دیگه <applause> آره حتی خیلی این شوخی بود نمیدونم تحقیق خوانی من, من. نسخه برای کسی نمیپیشم یه اشاراتی هم بهش شده بحث آینده شغلی این رشته و بازار کارش اینکه آینده شغلی چجوریه بچه ها کار برشون هست درامده چه خبره جز معدود رشته هایی هستیم توی ایران و معدود دانشگاه هایی هستیم که ما مقطع فوق لیسانس مخصوصی این رشته ها نداریم رشته تعمیر و نگهداری رشته اویونیک با همون لیسانس تو میری چند تا رو امتحان میدی و اگه نمره خوب گرفته باشی میری برای مصاحبه های ایرلاین ها باید رشته ای اویونیک 15 تا یا 17 تا موجود لعیق آدم نیست پاس کنه که اون اون 17 تا رو پاس کرد میره مثلا ماهان مصاحبه میده و اون مصاحبه خوب بود استخدام میشه و اصلا نیازی نیست که تو بری کارشناسی ارشد بکنی در مورد اپلای خیلی صنعت خوبیه برای اپلای کردن خیلی راحت تو اگه زبان بلد باشی خیلی کارت راحت میشه برای اپلای و خوبه خیلی خوبه و منم خودم به همین امید اومدم یعنی هدف خودم هم همین بود حالا زیاد در این مورد من اطلاعی ندارم ولی خب کشورهای عربی خیلی سخت میگیرن ولی اروپا یا راحت تو میشونی بریم اونجا اونجا خب باید دوباره یه سری آزمونا رو بدی یه سری درس رو باید توی یه دوره 6 ماهه فکر کنن. بخونی ولی خب یه کار تضمینی دیگه اونجا هم بهترین زندگی رو داری هم اروپا سطح امنیت و زندگی خیلی بالاست و درآمد خوبی هم داری چیزی که من بررسی کردم تو ایران هم جایی که میتونی کار کنی همون ایرلاین ها هم و اینا در واقع خب ببین ما دو بخش داریم یکی دو که گفتم تعمیر نگهداری و نگه اویونیک که اینا کارشون ایرلاین مهندسی الکترونیک مخابرات و مراقبت پرواز اینا کارشون توی فرودگاه هاست و استخدام میشن تو سازمان شرکت فرودگاه ها و باید برن یه امتحان استخدامی بدن کارشون کلا با ما فرق داره ایران حالا بستگی داره تو چه پستی بخوره چقدر تجربه داشته باشی یا تو فرودگاه کار میکنی یا تو سوله سوله هواپیمای آشیانه کار میکنی یا اصلا کارت مدیریتی میشه و پشت میز نشینی داری بستگی داره به تجربه کاری و خب حالا در مورد درآمد هم من یه چیز بگم درآمد این رشتم خیلی خوبه نسبت به سختی که میکشی بعد از 5 سال تا 10 سال کار کرد و تجربه شما یه درآمد مثبت 50 60 سال بعضن اگه خیلی خوب باشین تایپ های هواپیمای مختلفو بگیرین مثلا تایپ هواپیمای واسه 320 310 اینا رو داشته باشین، هی هر کدوم یه فکر کنم تومن به حقوق اضافه میکنه شما تا حتی حقوقتون تا تو هفته تومن هم میره و خب خیلی درآمد خوبی نسبت به ایران بعد حالا با توجه به اینکه در مورد صنعت هوایی و این داستانها، از ارگان دولتی هم جذب داره این رشته خب عرضم به حضورت که ما داریم شاخه نظامی هم داریم که خب حالا یا قبل از اینکه اصلا وارد دانشگاه بشن میرن تو دانشگاه ارتش سپاه کار میکنن و اونجا مشغول به تحصیل میشن یا بعد از اینکه لیسانس داخل دانشگاه ما گرفتن میرن و طبق کارهای داری که خودشون داره خب ما اطلاعی نداریم داخل سپاه ها ارتش و فکر کنم اصلاً سها باشه و یه سازمان پنهان هم داریم که مرد به هلیکوپتراس و کلا تخصصی رو هلیکوپتر کار میکنه بچه ها از اینجا از دانشگاه ما هم سمت پنها میرن و خب اونم یه خیلی کار خوبیه و شغل باحالیه با توجه به همه حرفایی که زده شد این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد میکنی و چه به چه کسایی پیشنهاد نمیکنیش کسی که قصد داره بیاد خوشگذرونی کنه دانشگاه ماجو خوشگذرونی نیست کسی که فقط میخواد درس بخونه و بکوب بکوب درس بخونه دانشگاه ما جای اونم نیست ما یه حد میانه یا نگه چون خب یه دانشگاه تک جنسیتی و تو بخوای فقط درس بخونی فقط هی تلاش کنی اینو بردی به ترم هشت نمیکشی و این یکم نوجوره کسی که پشت کار خوبی داره میاد و موفق میشه کسی که به صنعت هواپیمایی علاقه داره من خودم دوست داشتم خلبانی ها دوست داشتم هواپیما رو خیلی بچه گیم سوار هواپیما خیلی زیاد شدم و علاقه داشتم به این رشته کسی که علاقه داره خیلی خوب راحت موفق میشه توش درسی که میخونی اگر بهش علاقه داشته باشی صد درصد موفقیتت هم قطعیه ولی کسی که صرفا به خاطر که یه دانشگاه رفته باشه حالا با اینکه رتبه خوبی هم داره بازه یه رتبه که دانشگاه ما میگه رتبه خوبیه بخواد بیا دانشگاه ما صرفا علاقه نداشته باشه حتی ده درصد هم بگیم نه موفق نمیشه به نظر من و خب حالا بستگی باز به خودش داره چون استثنا وجود داره چیزی هستش که خیلی بولد باشه برای کسایی که نیان کسی که دنبال کار سیستمی و کار کارمندی از همون سال اول که استخدام میشه نه این کار به دردش نمیخوره چون تو حداقل باید چند سال بری داخل هواپیما کار کنی چند سال دستیار باشی اصلا خیلی سال دستیاری تو و تو سوله ها و آشیانه ها زیر دست مهندس های بالاتری و خب همین باعث میشه که کسی که پشت میز دوست داره نه این کار به دردش نمیخوره و این رشته ها مناسب اون نیست از من یه سالی که کلا خودم میپرسم با توجه به خودم اینه که اون شخصی که بیاد این رشته میتونه خودش حالا حالت کارآفرین باشه یا مدیر خودش باشه خودش مثلا این چیز جایی رو تاسیس کنه شرکت خصوصی چیز خب ببین داشتیم سابقه داشته که مهندس های مثلا تعمیر و نگهداری بعد از 20 سال 25 سال کار چون تجربه خیلی بالایی هم میخواد رفتن یه ایلان تاسیس کردن حالا کاری به اینکه موفق بوده یا نبودم نداریم داریم مثلا توی بحث کوپتر و توی بحث اون آبیاری هوایی زمینای کشاورزی بعضیا رفتن و خارج از اصلا شغل خودش و اون فعالیت رو شروع کردن این که حالا خیلی شدید 100 درصد محدود باشه به امین رشته ها نیست و کار دیگه هم میتونه انجام بده می در نهایت از این رشته راضی هستی یا نه حالا حرف آخری با بچه ها هستش که انتخاب رشته دارن من قبل از اینکه بیام اینجا یه ای اون شناختی که از دانشگاه داشتم اون شناختی که از رشتهام داشتم یه چیز بود الان یه چیز دیگه است و الان خیلی روزی از انتخابم خیلی چیزا که تو آینده این صنعت میدونم خیلی چیزایی که تو آینده شغلی میدونم و جزو معدود دانشگاهی که گفتم تو با لیسانس استخدام میشه نیاز نداره بری کارشناسی ارشد بخونی خیلی خوبه و من خیلی امید دارم به موفقیت تو این رشته و تشویقم میکنم کسایی که حتی 5 درصد علاقه به هواپیمایی دارن بیان یه چیزی که حالا جامون توی سوالمون ما 4 سالی که درس میخونیم و حالا بازیا چهار سال بعضی یا 5 سال برای استخدام و برای رفتن به مصاحبه دادن توی ایرلاینا نیاز به دادن 18 تا 17 تا ماژول داریم تقریبا حالا رشته به رشته فرم کنه این ماژول‌ها تماما انگلیسیه هم سوال تستی داره هم امتحان تشریحی داره و خب تو باید زبانش خوب باشه میخوام بگم که استخدام توی ها بیشتر از اینکه به نمرات دانشگاهی مربوط باشه به نمرات اون ماژول مربوطه مثلا تو اگه چون همش از صده. تو از صد بالای هفتاد بیاری پاسی قبولی ولی اگه بخوای اپلای کنی این هفتاده به دردت نمیخوره اونجا نمره 100 میخوان نمره 98 96 میخوان خیلی مهمه که چه نمره ای توی این ماژولا میاری که دانشجو از ترم بعضن یک بعضن دو و بالاتر شروع میکنن ماژولا رو ثبت نام میکنن ماژولا از ریاضی و فیزیک شروع میشه ماژول مدار داریم ماژول الکترونیک داریم مقررات هواپیمایی داریم موجود علم مواد داریم که حالا همه اینا عنواناش انگلیسیه ولی خب من فارسیشو میگم عوامل انسانی داریم سیستم آیرودینامیک هواپیما داریم سیستم های موتوری داریم همه چی قوانین هوانوردی این ماژولاس که خیلی خیلی مهمتره تو صنعت هواپیمایی نسبت به نمرات دانشگاهی خود بچه ها و کلام آخرم مرسی از اینکه اومدین و امیدوارم که بچه ها رو ببینم و خب حالا به من پیام بدن برای این رشته اگه سالی بود راهنمایی بود در خدمتی ما مرسی از شما هم که اومدین امیدوارم که بر بچه ها مفید باشه و کلی استفاده کنن راه ارتباطی هم میذاریم سالی داشتیم آره بندیم بدوند